ساعتی پیش دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا پذیرش دانشجو بر اساس نژاد رو لغو کرد. بر اساس این حکم دانشگاه‌ها دیگه نمیتونن نژاد رو به عنوان عاملی برای پذیرش دانشجو در نظر بگیرن. این حکم تاریخی به نظر بعضی کارشناسان سیاست‌های قبلی برای جبران بی‌عدالتی‌های گذشته نسبت به اقلیت‌ها رو به ویژه سیاه‌پوستان تغییر میده. این سیاست‌ها برای افزایش شمار دانشجویان سیاه‌پوست، لاتین تبار و بومیان آمریکا طراحی شده بودند، اما کالج‌ها میگن که نژاد تنها یکی از چندین عامله. فعالان مخالف میگن که سیاست‌های پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های هاروارد و کارولینای شمالی درباره متقاضیان سفیدپوست و آسیای آمریکایی تبعیض‌آمیزه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با مساق معماریان. این قوانین سالها بود که بسیار جنجالی بود. بسیار میگن که اگر همه با هم برابرن، چرا رنگ پوست کسی همونقدر که در گذشته علیهش استفاده میشد، چرا باید منفعتی برای او باشه در رفتن به دانشگاه؟ کاملا همینطور است. به هر حال در طی سالهای گذشته محبوبیت چنین سیاستی در میان گروه‌های مختلف کاهش پیدا کرده بود، ولی خب ریشه‌اش مشخص است. ده ها سال نابرابری و نژاد پرستی علیه سیاهان آمریکا بوده و از نظر اقتصادی و از نظر برای جایی که در جامعه آمریکا بودن جای خیلی بدی بوده. و در سال دهه 60 میلادی به این جمع‌بندی میرسن که برای اینکه بخوایم جبران بکنیم و حضور این بخش از جامعه رو پررنگ‌تر بکنیم در سطوح مختلف، یه امتیازاتی قائل بشیم براشون در سطوح مختلف. یکیش هم همین در سطح دانشگاه‌ها بود که به هر حال معیارش هم من نمیدونم، حالا نمیدونم، شاید شما اطلاعات بیشتری داشته باشید آقای معماری، چطور هست؟ مثلا آیا حتما باید آفریقایی آمریکایی باشید؟ مثلا یه نفر اگر سیاه پوست از یه کشور دیگری، فرض کنید از کنیا، از نیجریه، فردا پاشه بیاد، او هم باید همچین امتیازی داشته باشه؟ یا کسانی که ممکنه یک چهارم، یک هشتم، یک شانزدهم مثلا اجدادشون به سیاه پوستان برگردن، اونا باید چنین امتیازاتی داشته باشن؟ اینکه چه نوع سیاه پوستی باشن، در واقع آیا کسری باشن که در یعنی آمریکایی باشن یا اینکه از کشورهای دیگه بیان دانشجوی بین‌المللی باشن، یه بحث دقیق مطمئن نیستن در خصوصش. ولی ببینید، وقتی شما ثبت نام برای دانشگاه می‌کنین، اون اپلیکیشنتون، اون فرمی که پر می‌کنین، چند قسمت مختلف داره. برای هر کدومش یه امتیازی قائل میشن. مثلا برای رزومه مثلا 3 امتیاز، برای فعالیت‌های غیر درسی کردین 2 امتیاز، برای فعالیت‌های اجتماعی، برای هر امتیاز مختلفی قرار میدن برای افراد که بتونن که به هر حال نمرات مقطعه قبلی مثلا یه امتیاز برای خودش داره. در طی سالهای گذشته موضوع نژاد هم یک امتیاز داشت. مثلا کسی که سیاه بود، اگر آفریقایی آمریکایی بود یا سیاه بود، در واقع مثلا 3-4 امتیاز میگیره. خودش نژاد پرستی معکوس دیگه، اینطور نیست؟ ولی تنها عاملی نبود که افراد به خاطر اون بخوان که میفهمم. ولی من اگر یک سفیدپوست هستم در مثلا میشیگان، جایی که شما هستید، و یک دوست دیگری دارم که سیاه‌پوسته و از نظر فرض کنید تحصیلات یک درجه اگر 3 امتیاز میدن، یک امتیاز من از او بالاتر هستم، ولی چون او رنگین پوست هست 3 امتیاز بیشتر میگیره و با 2 امتیاز تفاوت از من جلو میزنه و میره دانشگاه، یک جوری بی‌عدالتی است برای اون یکی نفر، اینطور نیست؟ این همین چیزی هستش که به هر حال کسانی که مخالف این سیاست هستن این مسئله رو مطرح میکنن که به هر حال اون کسانی که شایستگی بیشتری دارن، مثلا رزومه بهتری دارن، نمره های بهتری در مقاطع قبلی گرفتن و تلاش بیشتری کردن به اونجا برسن، در واقع اینا براشون اجحاف میشه. ولی در کلیتش وقتی نگاه کنیم، سیاستی که گذاشتن بود که در طی مثلا 100 سال یک چیزی برخلاف این 50 سال گذشته بوده، در واقع سفیدها در آمریکا یک جوری با امتیازات مثبت مواجه می‌شدن و به خاطر اون سابقه بردهداری در آمریکا و اینکه خصوصا این بخش از جامعه از نظر فرصت‌های اقتصادی برای کار، برای توسعه، برای به هر حال معیشت و چیزهای دیگه کاملا در پایین‌ترین سطح جامعه قرار داشته بود، برای اینکه یک تکونی بدن و این جابجایی اجتماعی شد براش یک تحرکی براش ایجاد بکنن، گفتن که بعد یک کارایی کرد که مثلا بتونیم که به حال به کمک این قشر از این بخش از جامعه آمریکا بیاد. بنابراین اینو برای اون در تصویر بزرگتر اقدامی بود که می‌خواستن که اتفاق بیفته. ولی خب الان وقتی که با افراد مختلف صحبت می‌کنین، از اینکه چه حالا فقط الان هم سفیدا، هم آسیایی ها، هم لاتینا ها، می‌بینیم که میزان محبوبیت چنین سیاستی در واقع کاهش پیدا کرده. ولی اون چیزی که دادگاه عالی آمریکا بهش اشاره کرد این هستش که شما در اون قسمتی که امتیاز برای یعنی برای خود نژاد میگی
میگیرین اون رو حذف کرده، ولی افراد در بخش‌های دیگه اپلیکیشنشون میتونن اشاره بکنن به نژادشون و تاثیر نژاد جایی که تو زندگیشون هستن. مثلا میگه من کسی هستم که به خاطر مصیبت‌هایی که کشیدم، به خاطر دردها و رنج‌هایی که کشیدم اینها و چه و چه و چه، الان اون آدمی هستم که هستم. و در واقع توی اون یه چیزی هست توی دانشگاه آمریکا که واقعا خیلی نقش کلیدی داره به نام پرسونال استیتمنت یا یک بیانیه شخصی. یعنی افراد توضیح میدن که چرا باید برن، میخوان برن به این رشته دانشگاهی و چرا این دانشگاه براشون بهترین جا هست و میتونه که خیلی تعیین کننده باشه. بنابراین گفتن که توی امتیازی نخواهد داشت، بنابراین ممکن هستش که یک نفر بنویسه که به خاطر مسائل که با شما واجه بوده نشون بده که کاراکتر قوی تری داره، شخصیت قوی تری داره، شخصیت جنجو تری داره و مثلا از این جهت شایستگی بیشتری داشته باشه و مثلا امتیازی بیشتری بگیره، ولی نه به خاطر اینکه فقط سیاه هست. یه نفر که مثلا لاتینو هست یا کی هست که سفید هم هست میتونه که این امتیاز شخصیت یا به هر حال گذشته و سابقه و اینجور چیزا رو به هر حال با خودش به همراه بیاره. بنابراین با اینکه این اتفاق افتاده، ولی همچنان بحث این هستش که این ممکن هستش که تغییر بسیار جدی بیاره در نحوه پذیرش دانشگاه. ببین در دهه 90 در ایالتی که خودم درس خوندم در کالیفرنیا اومدن اینو ورش داشتن، این اقدامات مثبت یا افرمتیو اکشن رو. وقتی که ورش داشتن دیدن که 50% پذیرش دانشجویان لاتینو و سیاه پوست در واقع کاهش پیدا کرد. برای این میشه حد زد که تاثیر داشته باشه، ولی به هر حال مسئله هستش که به نظر من جنبه های مختلفی داره. اینو نمیشه نادیده گرفت. کسانی که میگن که به هر حال چرا با تلاشی که میکنن، کاری که میکنن، باید به خاطر چنین تمایزاتی امتیازاتی شانس داشته باشن، به نظر من مسئله مهمی هستش که به هر حال نمیشه از نظر دور نگه داشت. ممنونم از شما، امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ما.